חזרה להסכם הגרעין. بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 یا حتی توافق مشابه که در مواردی بهبود یافته باشد از نقطه نظر عملیاتی و استراتژیک بد و اشتباه است. هشدار فرمانده ارتش اسرائیل درباره بازگشت به برجام. ژنرال کوخاوی از تدارک طرح‌های تازه برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران می‌گوید. اما روی سخن او به تهران است یا واشنگتن و هدفش چیست؟ با تحلیلگری صحبت می‌کنیم که موضوع کتابش داستان ناگفته ایران هسته‌ای است. و یک کارشناس روابط اسرائیل و آمریکا به ما خواهد گفت که چقدر تهدیدهای اسرائیل علیه ایران پیامی به واشنگتن است. در ادامه برنامه امشب کسی رو برای پهنای باند نمیتونن محاکمه کنن. دستور من بوده. اعتراض روحانی به تشکیل پرونده قضایی علیه وزیر ارتباطات. دعوای قوه قضایی با دولت بر سر دسترسی به اینترنت هست یا جدالی سیاسی؟ من کیانا رحمانی ام، دختر نرگس محمدی. پرسش فرزندان یک فعال حقوق بشر از مقام‌های ایران. چرا نرگس محمدی 3 ماه بعد از آزادی از زندان اجازه خروج از ایران را ندارد؟ و برگزاری نمایشگاهی از آثار فرخ خواجه‌اوف، بنیانگذار هنرهای گرافیکی در تاجیکستان. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. با روی کار آمدن جو بایدن، فشار و خط و نشان اسرائیل علیه ایران و آمریکا بیشتر شده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفته که اسرائیل طرح‌های عملیاتی تازه‌ای برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری میلادی تدارک دیده. او با لحنی تند گفته که در این زمینه فرمان لازم را به ارتش داده، اما تصمیم نهایی با رهبران سیاسی اسرائیل است. در واکنش رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که این حرف ها جنگ روانی اسرائیل است. محمود واعظی گفته اسرائیل عملا نه برنامه ای دارد، نه توانایی دارد و نه از عهده این کار برمی آید. آیا آنطور که ایران می گوید تهدید اسرائیل تهدید توخالی است؟ مخاطب این تهدید کیست؟ تهران یا واشنگتن؟ بیشتر به این موضوع می پردازیم. اول گزارشی ببینیم از کیوان حسینی. ساختمان وزارت خارجه آمریکا، جایی که امروز آنتونی بلینکن برای نخستین بار به عنوان وزیر خارجه جدید آمریکا وارد آن شد. او از جمله کسانی است که معتقد است برجام توافقی مناسب برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. نظری که در میان متحدان آمریکا در خاورمیانه مخالفان جدی دارد. یکی از مهمترین این مخالفان اسرائیل است. اخیراً دیدیم که در پی تغییر دولت در آمریکا ایرانی ها اعلام کردند که میخواهند به توافق قبلی برگردند. من موضع خودم را میگویم، موضعی که با همه همتایانم در سراسر جهان که با آنها ملاقات کرده ام یکی است: بازگشت به توافق هسته‌ای سال 2015 یا حتی توافقی مشابه که در مواردی بهبود یافته باشد از نقطه نظر عملیاتی و استراتژیک بد و اشتباه است. هو را مبخنه اپراتیویت و هو را مبخنه استراتژیت. آویو کوخاوی این سخنان را در نشستی مجازی بیان کرد که توسط مرکز مطالعات امنیت ملی اسرائیل برگزار شده بود. علاوه بر وزیر خارجه اسرائیل، وزیر خارجه بحرین و وزیر مشاور در امور خارجه امارات هم در آن حضور داشتند. ژنرال کوخاوی همچنین از بازنگری نقشه‌های حمله به ایران سخن گفت. اقدامی که فرمانده قبلی ارتش اسرائیل گادی آیزنکوت به شکل علنی با آن مخالفت کرده بود، اما گویا سپهبد کوخاوی با چنین عملیاتی مخالفتی ندارد. او که یک سال گذشته را بیشتر به مبارزه با شیوع کرونا گذرانده تا مقابله نظامی با دشمنان اسرائیل، چهره نظامی متفاوتی است که به گفته بعضی از ناظران مانند رئیس قبلیش بنی گانتس بختی جدی برای ورود به دنیای سیاست دارد. اما فارغ از اینکه نقشه‌های آویو کوخاوی برای آینده سیاسیش چیست و چگونه اظهار نظر اخیرش می‌تواند بر زندگی سیاسی او یا حتی بودجه ارتش اسرائیل اثر بگذارد، اظهارات تازه‌اش هم در تهران و هم در واشنگتن مخاطبانی مهم دارد. برای دولت ایران و در صدر آن حسن روحانی کلیدواژه این روزها تحریم است
تحریم‌هایی که او امیدوار است در پی بازگشت احتمالی آمریکا به برجام برداشته شوند. اما برای جو بایدن و گروه جدید کسانی که در کاخ سفید به قدرت می‌رسند، مسئله اصلی جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. گره دشواری که از نظر این سیاستمداران با برجام گشوده شده بود و از بین بردن این توافق، از بین بردن یک راه حل مسالمت‌آمیز برای اختلاف نظری است که از سوی قدرت‌های بزرگ تهدیدی امنیتی توصیف می‌شوند. کیوان حسینی، بی بی سی. ابراهام سیلبرستاین، تحلیلگر روابط اسرائیل و آمریکا از نیویورک با ماست. آقای سیلبرستاین، ابتدا فکر می‌کنید که مخاطب صحبت‌های رئیس ستاد ارتش اسرائیل کیه؟ واشنگتن یا تهران؟ خیلی حرف های عجیبی زد این مقام نظامی اسرائیل. معمولا این گونه حرف ها رو از طرف اعضای هیئت کابینه دولت بشنویم، وزیر مثلا دفاع یا وزیر خارجه. به نظر میاد که این حرف ها واقعا مخاطبش دولت بایدن بوده، چون دولت بایدن گفته میخواد به توافق هسته‌ای با ایران برگرده و اسرائیل هم مخالف این قضیه است. این که تاکید بکنن که طرحی دارن برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران، چقدر ممکنه تأثیر بذاره بر مواضع و سیاست‌های دولت بایدن؟ من نمیدونم که چقدر تأثیر بذاره رو سیاست‌های دولت بایدن، برای اینکه واقعا فکر نمی‌کنم دولت بایدن معتقد باشه خطری از طرف اسرائیل وجود داشته باشه که بخواد به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله بکنه. ما قبلا هم 10 سال پیش مشکل رو در زمان دولت اوباما داشتیم. اسرائیل تهدیدات رو میکرد ولی هرگز تهدیدات عملی نشد، زمانی که برنامه هسته‌ای ایران بسیار پیشرفته‌تر از الان بود. برای همین من خیلی مطمئن نیستم که واقعا اسرائیل به دنبال این هستش که بخواد به برنامه‌ها یا فعالیت‌های هسته‌ای ایران حمله بکنه. فقط می‌خواد پیام به دولت بایدن بده که با شتاب زدگی به توافق هسته‌ای برنگردیم و اگر برگشتین این گزینه‌ای هست که روی میز اسرائیل خواهد بود. پس فکر می‌کنید اینکه مقام‌های ایران میگن که اسرائیل نه برنامه‌ای داره، نه توانایی داره، نه از عهده این کار برمیاد، ارزیابی درستیه؟ بله، تا حدی این حرفشون درسته، برای اینکه اسرائیل اون بمب‌های لازم رو نداره، بمب‌های موسوم به سنگر شکن رو که بتونن تأسیسات هسته‌ای فردو رو بخوان از بین ببرن. یک کارشناس داشتیم که کتابی در این زمینه نوشت. تا اونجایی که من میدونم اسرائیل این بمب‌ها دست پیدا نکرد، دست کم رسما دست پیدا نکرد. اسرائیل به تنهایی نخواهد تونست که برنامه هسته‌ای ایران رو بر بچینه، اما میتونه که این برنامه رو به عقب بندازه و تضعیفش کنه. جنرال کوخاوی امروز در بخشی از حرفاش گفته که اگر برجام هنوز زنده بود، ایران تا حالا میتونست به سمت تولید بمب اتمی پیش بره. نظرتون راجع به این ارزیابی چیه؟ آیا سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ و تضعیف برجام به نفع اسرائیل تموم شد؟ This has been an Israeli claim since 2015. این یک ادعایی هستش که اسرائیلی‌ها از 5 سال پیش کردن، موقعی که بنیامین نتانیاهو گفت که برجام باعث خواهد شد ایران بتونه یک سلاح هسته‌ای تولید کنه. خیلی از کارشناسان معتقدند که این حقیقت نداره و اتفاقا برجام باعث شد که ایران دورتر بشه از مرحله ساخت تولید هسته‌ای. و اینکه این مقام اسرائیلی الان داره اینو میگه، حرفش با حرف سلف خودش منافات داره. او گفته بود که اتفاقا برجام جلوی رسیدن ایران به تولید بمب هسته‌ای رو گرفت، اما حالا اسرائیل و متحدان فعلی عربش در منطقه نگران اون اهرمی هستن که دولت ترامپ در رابطه با ایران ایجاد کرد. نمیخوان ببینن که دولت بایدن تحریم ها رو لغو بکنه که برگرده به برجام. اونها اتفاقا معتقدن که این تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده میتونه به عنوان اهرمی برای تضعیف ایران استفاده بشه، مشخصا علیه برنامه موشکی ایران که استفاده ازش شد در حمله به تاسیسات نفتی عربستان. اونها همچنین نگران فعالیت های به خیال گفته خودشون مغرضانه ایران در منطقه هستن. برای همین فکر نمی کنم واقعا معتقد هستن غالبا که برجام
باعث میشه که اینها به ایرانی‌ها بتونن سلاح هسته‌ای تولید کنن، ولی فکر کنم اینو میگن که یه ذره به دولت بایدن فشار بیارن که به این سادگی تحریم‌ها رو لغو نکنه. بعضی از رسانه‌های اسرائیل نوشتند که با وجود اینکه جو بایدن در روزهای گذشته با رهبران فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه تماس گرفته، هنوز با آقای نتانیاهو تماس تلفنی نداشته. اینا یا معنی خاصی میتونه داشته باشه؟ از یک نهازی نگاه بکنید، بله، برای اینکه دولت ترامپ باعث رویگردان کردن بسیاری از شرکای سنتی آمریکا شد، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، و در این حال نزدیکتر شد به کشورهایی مثل عربستان، برزیل، لهستان، اسرائیل. برای همین حالا بایدن هم کاری که داره میکنه شاید میخواد بیشتر بگه مهمتر برای ما شرکای سنتی ما هستن، نه این شرکایی که دونالد ترامپ سعی کرد اینها رو معرفی بکنه که برای آمریکا بدتر تموم شد. فکر میکنید که چقدر ممکنه که جنرال کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، با این اظهارات به دنبال مخاطب داخل در اسرائیل باشه با توجه به انتخابات پیش رو و بحرانهای سیاسی داخل اسرائیل؟ جنرال خوفاوی نباید یک بازیگر سیاسی باشه. او یک مقام بلندپایه نظامی داره. او جوابگو هستش به نخست وزیر اسرائیل، به دولت غیر نظامی. ولی من فکر نمی‌کنم حرفاش مصرف داخلی داره. دولت اسرائیل واقعا نمی‌خواد که آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران برگرده. حالا این کار رو خواستن از زبان یک مقام نظامی بکنن تا یک مقام سیاسی مثل خود بنیامین نتانیاهو، شاید حاوی پیام قوی تری باشه به واشنگتن. حالا در اسرائیل یک اجماع خیلی گسترده وجود داره نسبت به ایران، و واقعا فکر نمی‌کنم نتانیاهو احتیاج به این داره که مثلا به خاطر مصرف داخلی از اینجور موضع‌گیری ها بکنه. و در نهایت فکر می‌کنید که اسرائیل اهرمی بجز این تهدیدها داره برای اعمال فشار به آمریکا؟ قطعاً میشه گفت حامیان زیادی در واشنگتن داره، در هر دو حزب، از جمله در داخل بایدن که بسیار نگران امنیت اسرائیل هستن، دغدغه امنیت اسرائیل رو دارن و اینها میتونن نگرانی و دغدغه‌های خودشون رو به دولت بایدن منتقل بکنن. اما من فکر نمی‌کنم تهدیدات اسرائیل الان هوشمندانه است، برای اینکه این باعث میشه که دولت بایدن فکر بکنه که یک شکاف پر نشدنی الان بین اسرائیل و آمریکا وجود داره، چون چنین شکافی به نظر من وجود نداره، و اون موقع اگه اتفاق بیفته اون موقع شاهد تنش و رو در روی بین اسرائیل و آمریکا خواهیم بود. این چیز خوبی نیست. همین الان داریم یه ذره میبینیم، مثلا وقتی گفتن که رابرت مالی رو میکنن به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، این باعث شد که خیلی واکنش‌های تندی در خود واشنگتن بشه از طرف طرفداران اسرائیل، برای اینکه او خیلی نسبت به ایران نظر ملایمی داره، در این حال که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته که به هر حال هر کاری بخواد در ارتباط با ایران بکنه با اسرائیل مشورت خواهد کرد. متشکرم. ابراهام سیلبرستاین، تحلیلگر روابط اسرائیل و آمریکا. اما خبرنگارمان بهمن کلباسی از نیویورک با ماست. بهمن، شنیدی بخشی از گفتگو رو؟ انتقادی که بعضی از رسانه‌های اسرائیلی از آقای بایدن داشتن اینه که چرا هنوز تماس تلفنی نگرفته با آقای نتانیاهو؟ یا میشه برداشت خاصی کرد از اینکه هنوز تماسی گرفته نشده؟ با آقای جیک سالیوان، مشاور امنیت ملیش، با همتای اسرائیلیش صحبت کرده تلفنی، و اونها هم گفتن خیلی راضی بودن از این گفتگو. ولی اینکه آقای بایدن هنوز مشخصا با آقای نتانیاهو صحبت نکرده، همینطوری که مهمان گفت، یکی از دلایلش این است که اولویتشون کشورهایی هستن که در دوران آقای ترامپ یه مقداری تنششون با آمریکا زیاد بود، متحدان پرسابقه آمریکا در اروپا مخصوصا. ولی یه بخش دیگه‌اش هم برمیگرده به سابقه روابط پرتنش آقای نتانیاهو با دولت آقای اوباما، که آقای بایدن هم به تبع بخشی از اون بود، و خاطرات خیلی خوبی دو طرف از همدیگه ندارن از اون زمان. به علاوه اینکه 4 سال گذشته آقای نتانیاهو با نزدیکی بسیارش به آقای ترامپ کم و بیش بخش بزرگی از حزب دموکرات رو از دست داده، در نتیجه گویی که در کلام بسیاری از دموکرات‌ها همچنان هم میگویند که ما حامی و معتقد هستیم که باید
نگران باشیم در مورد امنیت اسرائیل و حامی اسرائیل هستیم، ولی اون ادبیات با ادبیاتی که در حزب جمهوری خواه استفاده میشه خیلی متفاوته و صداهای اعتراض از درون حزب دموکرات، حتی مخصوصا در کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان که رهبریش رو دموکرات ها دارن، در روزهای گذشته مشخصا بوده. درنچه اون بخش منتقد آقای نتانیاهو در حزب دموکرات بسیار قوی است نسبت به 4 سال گذشته با توجه به روابط نزدیک آقای نتانیاهو و ترامپ. درنچه نباید خیلی تعجب نکرد که آقای بایدن چندان مشتاق نیست بلافاصله با آقای نتانیاهو صحبت کنه، به علاوه اینکه به تبع دو طرف که دیر یا زود در مورد مسئله بازگشت ورجام با هم به تقابل خواهند رسید. حالا اینکه کدام یک کوتاه بیایند یا راه وسطی باشه و این تهدیدهایی که اسرائیل میکنه تا کجا پیش بره رو زمان مشخص میکنه، ولی در اینکه در برابر هم قرار خواهند گرفت و اختلافات جدی خواهند داشت، اگر مخصوصا آقای بایدن تاکید بکنه بر اینکه به وعدش عمل بکنه برای بازگشت به برجام، خب این تقریبا قطعی است این رویارویی و به تبع هر دو طرف دارن محاسبه میکنن که چگونه وارد این بحث با هم دیگه بشن. البته همین یک ساعت پیش رسانه‌ها در آمریکا گزارش دادن که نخست وزیر اسرائیل تصمیم گرفته بلافاصله وارد دعوا با آقای بایدن نشه در این مورد و یه مدتی فرصت بده به گفتگو. تهدیدهایی که امروز از رئیس ستاد ارتش اسرائیل شنیدیم، اونها چقدر ممکنه تاثیرگذار باشه بر مواضع آقای بایدن؟ ولی مسبوق به سابقه است. میدونیم که این رو به عنوان یک اهرم در دوران آقای اوباما آقای نتانیاهو سعی کرد استفاده بکنه و حتی بحث‌های زیادی همون وقت بود که در یک مقطعی تا مرز حمله آقای نتانیاهو پیش رفته بود، ولی اون وقت با مقام‌های آقای تیم آقای اوباما هم که صحبت می‌کردیم بعضیشون همچنان معتقد بودن که بلوف بوده برای اینکه آقای اوباما رو وادار بکنه که به سیاست آقای نتانیاهو یه مقدار نزدیک‌تر بشه و کمتر انعطاف نشون بده در برابر ایران. در نتیجه با توجه به این سابقه شاید دولت آقای بایدن هم اونقدر فعلا جدیش نگیره، ولی به هر حال یکی از اهرم‌های فشاری بوده که اسرائیل در گذشته استفاده کرده که اگر شما آنچه ما میگوییم نکنید خودمون دست به کار میشیم و به ایران حمله میکنیم. این که این بار آیا جدیتر است از اون دفعه، یک تفاوت دیگه ممکن داشته باشه این است که اون دفعه آقای اوباما و تیمش خیلی استفاده کردن از اینکه بعضی مقام‌های امنیتی اسرائیل، اطلاعاتی اسرائیل و نظامی اسرائیل، چه علنی چه پشت صحنه، از اینکه در مجموع برجام خیلی هم برای اسرائیل بد نیست حرف زده بودن و اون رو علیه آقای نتانیاهو استفاده کردن. یعنی اون شکاف داخلی که بین مقام‌های سیاسی و مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی بود رو ازش استفاده کردن. شاید آقای نتانیاهو حالا با آمدن این مقام ارتش در صدر ارتش بیاد این حرف رو بزنه، داره این پیام میده که مثل گذشته اون شکاف دیگه وجود نداره و مقام‌های دولت بایدن نباید امیدوار باشن که بخوان ازش استفاده کنن. متشکرم. بهمن کلباسی از نیویورک با ما، آقای بایدن در حال سخنرانی هست. اجازه بدین سری بزنیم به واشنگتن و بشنویم بخش از صحبت‌های او. ما باید بتونیم احیا بکنیم صنایع سوخت فسیلی رو، اونهایی که در صنایع زغال سنگ و نفت کار میکنن، نفت و گاز و زغال سنگ، باید اونها رو تبدیل بکنیم به کانونهای رشد اقتصادی و مشاغل سبز، شغلهایی که بتونن حقوقهای خوب بدن. کارگرانی که این کشور رو ساختن حالا بتونن در زمینه انرژی های پاک کار بکنن. ما نمیتونیم ترک بکنیم اونهایی که در معادن زغال سنگ کار کردن، این کشور رو ساختن، ولی باید به اونها این فرصت رو بدیم که همچنان بتونن این کشور رو دوباره بسازن و پول خوب هم براش بگیرن. اما همه اینها کافی نیست. ما کار خواهیم کرد با فرمانداران، با رهبران صنایع، با رهبران کسب و کارها و تلاش هامون اضافه خواهیم کرد و جوانان پیشتاز این کارزار خواهند بود. و پیام من به این جوانان این خواهد بود که شما تمام قدرت از تمام ظرفیت دولت فدرال میتونید استفاده کنید، چون اون با شما همکاری خواهید کرد. فرمان امروز ریاست جمهوری من همچنان به وزیر کشور دستور خواهد داد که خودداری بکنه از صدور مجوز برای اکتشاف نفت و زغال سنگ در اراضی ملی. ما کل این قانون رو مورد بازبینی دوباره قرار خواهیم داد. این دولت ما شروع خواهد کرد به مدیریت درست منابع آبی و به اراضی طبیعی و نگاه کردن به راه‌های مختلف برای حفاظت این مناطق
در جهت بهره برداری درست برای نسل‌های آینده. اجازه بدین روشن به شما بگم، همیشه این سوال رو از ما میکنن، آیا ما جلوی فرکینگ رو خواهیم گرفت؟ آیا جلوی همه اکتشافات نفت رو خواهیم گرفت؟ خیر، ما ضابطه مد خواهیم کرد، جلوی انتشار آلاینده‌های مثل متان رو خواهیم گرفت و سعی خواهیم کرد که اینها رو به مشاغل و صنایع سبز تبدیل بکنیم. ما مثل دولت‌های دیگه یارانه‌های بزرگی به صنایع سوخت فسیلی نخواهیم داد، یارانه‌های بالغ بر 40 میلیارد دلار. من میرم به کنگره و از اونها درخواست میکنم که این گونه یارانه‌های نفتی رو لغو بکنن. ما این پول رو برمی‌داریم و سرمایه‌گذاری میکنیم در مشاغل سبز و پاک، در صنایع انرژی‌های بادی و خورشیدی، در صنایع تولیدی. فقط کاری که ما امروز میکنیم در صنایع بادی فرامرزی از اونها استفاده خواهیم کرد برای بیننده بخشی از سخنرانی زنده جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هستید. آقای جو بایدن امروز مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی رو امضا کرد که هدفش مقابله با تغییرات اقلیمی بود، از جمله اونها ممنوع کردن بعضی از عملیات حفاری. البته انتظار میره که بعضی از شرکت‌های بزرگ انرژی اعتراض بکنند و مقاومت بکنند علیه این تصمیم رئیس جمهوری. این یکی از چندین فرمان اجراییه که جو بایدن امروز امضا کرد. رئیس جمهوری ایران از تعقیب قضایی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به شدت انتقاد کرده. حسن روحانی گفته که اگر قرار است کسی را بابت افزایش پهنای باند اینترنت محاکمه کنند، باید او را محاکمه کنند، نه وزیرش را. هفته پیش رسانه‌های ایران گزارش دادند که محمد جواد آذری جهرمی به دلیل خودداری از اجرای دستور دادستانی برای فیلتر کردن اینستاگرام و کاهش ندادن پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی به دادسرا احضار شده. اما امروز سخنگوی قوه قضاییه گفت که تعقیب قضایی او به خاطر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی نیست و آقای روحانی به مردم آدرس غلط داده. بهرنگ تاشین گزارش می‌دهد. جوان ولی بلند پرواز. عملکرد وزیر 39 ساله ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران مدت هاست که مورد انتقادهای طرفهای مختلف است، ولی تشکیل پرونده قضایی برای محمد جواد آذری جهرمی خشم رئیسش را برانگیخت. کسی را برای پهنای باند نمیتونن محاکمه کنن، دستور من بوده. اگه میخواید محاکمه کنید، من محاکمه کنید. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیکی. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد. کسی نمیتونه با مبارزه با فساد مخالف باشه. اگه میخواید کسی رو برای مبارزه با فساد احضار کنید، باید من احضار کنید. یک هفته قبل یعنی اول بهمن، وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود تا تفهیم اتهام شود. طبق صورت جلسه بازپرسی، اتهام اصلی او خودداری از اجرای دستور دادستانی برای مسدود کردن اینستاگرام بود. او در جواب گفته بود که این دستور دیگر موضوعیت ندارد. اینستاگرام تقریبا تنها شبکه اجتماعی بین المللی بزرگیه که تو ایران هنوز فیلتر نشده. اصولگراها و قوه قضاییه به دلایل سیاسی، امنیتی و حتی ایدئولوژیک میخوان که این شبکه بسته بشه، ولی دولت حسن روحانی به دلایل عموماً اقتصادی با فیلترینگ اینستاگرام مخالفه. فهمیدن دلیلش سخت نیست. در سالهای اخیر اینستاگرام به منبع کسب درآمد بسیاری از مردم در گوشه و کنار ایران تبدیل شده. کسانی که محصولاتشان از گردنبند و گوشواره و جاکلیدی گرفته تا خیلی چیزهای دیگر را در این شبکه تبلیغ می‌کنند و می‌فروشند. کسانی که دولت نگران است در صورت مسدود شدن اینستاگرام بیکار شوند. ظاهراً جز خودداری از فیلترینگ اینستاگرام، آقای آذری جهرمی با شکایت‌های دیگری هم مواجه است. شکایت 432 نفر بابت استفاده از فضای مجازی در حمله مرگبار به رژه نظامی اهواز در سال 1397. شکایت 150 طلبه در کرمان بابت فسادهای فضای مجازی. شکایت صدا و سیما از یک مصاحبه وزیر ارتباطات و شکایت از توییت او بابت پیشرفت ارتباطات پهن باند. بله، استقلال من برای گزارش بازی تیم‌های اواخر آذر وقتی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد فینال لیگ قهرمانان را با گزارش عادل فردوسی پور روی اینستاگرام به صورت زنده پخش می‌کند، میلیون‌ها ایرانی مشترکش شدند. همین قابلیت اپ‌های مانند اینستاگرام
احتمالاً یکی از دلایل درخواست قوه قضاییه و منتقدان اصولگرای دولت برای فیلتر کردن آن است. صفحه فارسی اینستاگرام AFC تجربه بستن تلگرام نشان داده که فیلترینگ یک شبکه لزوماً باعث کوش کاربران به پیام رسانهای ایرانی نمی شود. در شرایطی که تحریم‌ها و شیوع کرونا نرخ رشد اقتصاد ایران را برای سومین سال پیاپی منفی کرده، فیلتر کردن اینستاگرام می تواند زندگی را برای هزاران یا حتی صدها هزار نفر دشوارتر کند. البته برای حامیان فیلترینگ اقتصاد اولویت اول نیست. بهرنگ تاجدین، BBC. کاوه آذرهوش، پژوهشگر سیاست اینترنت از لندن با ماست. آقای آذرهوش، اساساً چرا باید از وزیر ارتباطات بخوان که پهنای باند اینترنت بین‌الملل رو کم کنه؟ با سلام خدمت شما و بینندگانتون. ببینید، در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از طریق شورای عالی فضای مجازی این تصمیم در چند سال گذشته بارها گرفته شده که سهم استفاده از اینترنت بین المللی در اینترنت روزمره ایرانیان باید سال به سال کمتر بشه و وزیر ارتباطات و دولت آقای روحانی هم شریک جرم هستند در این تصمیم گیری، هم مسئول اجرا هستند و هم کارنامه‌ای دارند که نشون میده که هدف و مقصدی که در ذهنشون هست با افرادی که در قوه قضاییه هستند یکی هستش. تفاوتی که اینجا وجود داره، تفاوت اینه که چه شکلی و چه زمانی به اون مقصد برسن. و در واقع یعنی می‌فرمایید که آقای روحانی و وزیر ارتباطات هم موافقن با این تصمیم؟ ببینید، بله، در مورد پس چرا الان پرونده تشکیل شده علیه آقای جهرومی؟ دو تا سند رسمی هستش که شما میتونید بهش نگاه بکنید. اول طرح کلان معماری شبکه ملی تصویب 25/6 همین امسال هست از شورای عالی فضای مجازی و دوم نظام هویت معتبر تصویب 9/6 پارسال هستش. در این دو مصوبه که جلساتی که آقای روحانی رئیس جلسه بودن به دو اصل تاکید شده، یکی اینکه سهم اینترنت بین المللی باید پایین بیاد، دوم اینکه حق ناشناس بودن کاربران ایرانی باید از بین بره. ولی مسئله اینه که چه شکلی به اونجا میرسن. وزارت ارتباطات آقای روحانی با استفاده از طرحهایی چون گرون کردن نرخ اینترنت بین المللی، آوردن گاهی پایین سرعت اینترنت بین المللی به این هدف کمک میکنه. افرادی که در قوه قضاییه هستن یه مقدار عجله بیشتری دارن و البته من فکر میکنم این بحثایی که الان در واقع درگیریایی که بین وزارت ارتباطات و قوه قضاییه داره رخ میده هیچ تأثیری بر این نداره که اینترنت 5 سال دیگه کجا خواهد رفت اگر روند الان ادامه پیدا بکنه، چون هر دو طرف بر مقصدی که دارن طی میکنن موافقت دارن. فقط حسنی فکر میکنید که این دعواها جنگ زرگریه؟ اگر جنگ زرگری نباشه، دعواهایی که مسیر رفتن اینترنت ایران تأثیری نداره. مسیر تصویب شده از طرف شورای عالی فضای مجازی، بالاترین سطح تصمیم گیری مخابرات ایران. سرمایه گذاری هایی که داره توی ایران انجام میگیره، چه از طریق تأسیس مراکز دایده، چه سرمایه گذاری هایی که روی پیامرسان های داخلی میشه، اینکه مردم رو در واقع مجبور میکنن پیامرسان داخلی استفاده بکنن برای دسترسی به یکی از سرویس های بانکی و دولتی، تصمیمات گرفته شده. یعنی اینکه آیا این اگر هم آقای جهرومی دادگاهی بشه بر مسیر رفتن و به جایی که داره اینترنت ایران میره تأثیری میذاره؟ خیر، چون اون تصمیمات در شورای عالی فضای مجازی گرفته شده. حق ناشناسی از مردم رو میخوان هر چه زودتر بگیرن، میخوان. ولی یکی از استدلال‌های دولت اینه که به هر حال فرضاً اینستاگرام محل کسب و کار چند صد هزار نفر و شاید هم بیشتره. این استدلال در 5 سال آینده اگر که تقویت نشه تضعیف نخواهد شد، احتمالاً آدم‌های بیشتری محل کسب درآمدشون اینستاگرام خواهد بود. چطور اینها فکر می‌کنید که هدف هر دوشون در نهایت فیلتر کردن اینهاست؟ ببینید، یکی از مهمترین تصمیماتی که در چند سال گذشته گرفته شده که به حق تصمیم گیری و انتخاب ایرانیان بیشترین بی‌احترامی رو کرده، تفکیک اینترنت داخلی و خارجی و گرون کردن اینترنت خارجی برای ایرانیان هستش. کسی که این کار رو انجام داد آقای جهرومی و دولت آقای روحانی بودن. اگر آقای روحانی میخوان به حق تصمیم گیری ایرانیان که چه شکلی از اینترنت استفاده بکنن و اینکه ناشناس باشن در اینترنت احترام بگذارن، بیان و بگن که با این دو مصوبه شورای عالی فضای مجازی
موافقت ندارن، چون در این مصد و مصوبه به اخص نوشته که چند درصد از اینترنت ایران باید مصرف داخلی بشه، چند درصد از صفحاتی که ایرانیان میبینن باید دیتاهاش داخل، داده‌هاش داخل ایران باشه. وقتی که بر سر اینها موافقت وجود داره، دیگه اینکه الان پهنای باند رو کم بکنن که یک سال دیگه کم بکنن، اینها در واقع تصمیمات چندان مهمی نیست. این در واقع اختلاف نظر اینجاست. آقای روحانی میخواد با زور سهم داخلی رو اول بالا ببره، بعد سهم خارجی رو با زور پایین بیاره. قوه قضاییه اعتقاد داره اول، اگر این اعتقاد وجود داشته باشه، اینه که اول سهم داخلی رو با زور، خارجی رو با زور پایین بیارن، بعد سهم داخلی رو ببره بالا میره. ولی در واقع هر دو نفر بعد به خاطر تصمیمات که در شورای عالی فضای مجازی با هم دیگه میگیرن، بر مقصد شبکه ملی اطلاعات و کم کردن امکان دسترسی امن و ناشناس به فضای اینترنتی خارج از کشور در توافق هست. شما چشمانداز وضعیت اینترنت در ایران رو چطور میبینید؟ اشاره کردید به 5 سال آینده. فکر میکنید که ما 5 سال دیگه کجا خواهیم بود؟ اگر تصمیمات شورای عالی فضای مجازی در واقع انجام بشه، ما 5 سال دیگه مکانی خواهیم بود که مردم حتی دسترسیشون به اینترنت خارجی از امروز هم کمتر میشه. ولی خب در این 5 سال سه چیز میتونه تأثیر بذاره. یکی در واقع چه شکلی تکنولوژی پیشرفت میکنه، دوم تصمیمات سیاسی که در ایران گرفته میشه، و سوم تصمیماتی که مردم و بخش خصوصی در ایران میگیرن. اگر مردم و بخش خصوصی حساسیت بیشتری به خرج بدن در مورد اینکه داده ها رو به زور دارن داخل ایران میارن و حق ناشناس بودنشون تحت خطر هستش، سرعت این پروژه کمتر و کمتر میشه. ولی شکی نیست که شورای عالی فضای مجازی به دنبال اینه که در چند سال آینده اتفاقاتی که ما در آبان 98 دیدیم یک امری عادی تر و عادی تر بکنه. متشکرم. کاوه آذرهوش، پژوهشگر سیاست اینترنت با من. در روزهای گذشته خبرهایی از تماس‌های تلفنی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، رهبران جنبش سبز، با فعالان سیاسی و مدنی منتشر شده. تماس‌هایی که پس از نزدیک به 10 سال برای این دو نفر امکان پذیر شده. روز جمعه آقای موسوی و خانم رهنورد با پروین فهیمی، مادر سهراب ارابی، یکی از کشته‌های اعتراضات سال 88، تلفنی صحبت کردند. مریم افشان گفتگویی داشت با خانم فهیمی و از او درباره جزئیات این تماس تلفنی پرسید. من روز جمعه خب اصلا انتظار نداشتم، البته توی خبرها خونده بودم که به خانم محتشم پور اینا زنگ زده بودن. راستش بخواهی صبحش اتفاقا همش پیش خودم میگفتم، یعنی به ما هم زنگ، به من هم زنگ میزنن، به خانواده هم زنگ میزنن حتما دیگه. ولی راستش بخواهی اصلا امید به اون صورت نداشتم، چون فکر میکردم که خب محدودیت هایی دارن حتما. ولی غروب نزدیک ساعت 7 بود، 7 بعد از ظهر، اول زهرا جان زنگ زد که شماره مامانم چند بار زنگ زده به شما ولی موفق نشده، مثل که شما شماره آشنا نبوده، جواب ندادی. تا اینکه گفتم که باشه، پس منتظر میشم که زنگ بزنم. همین بلافاصله زنگ زدن، یعنی در عرض 1 دقیقه 2 دقیقه نشد. چون من اگه مثلا آمادگی داشتم شاید مثلا خیلی سوالات ازشون میپرسیدم، ولی بلافاصله زنگ زدن، احتمالا سریع بهشون اطلاع دادن که هستم من. زنگ زدن و خانم رهنورد صحبت کردن که خیلی خوشحال شدن و صداش خیلی رسا بود، خیلی خوب بود و یاد گذشته ها کرد با من که سالگرد مادرشون، و یاد اون روز کردن. دیگه بعد از اون گفتن که من بعد از اون دیگه هیچ وقت نتونستم کسی رو ببینم با اون صورت از دوست و آشناها رو. خب فرزندان خودشون میدیدن، یعنی میرفتن ملاقاتشون کنه میرفتن، ولی خب محدودیت هاشون زیاد بود، فقط به فرزندانش و بستگانشون میرفتن. همین با همدیگه حال احوال پرسی و بچه ها رو پرسید، عروسامو پرسید، نواهامو پرسید، همه رو گفت گوشی دستت میخوام بدم به مهندس صحبت کنه با، که گوشی رو بلا فاصله آقای مهندس موسوی گرفتم. وای من اصلا باورم نمیشد، یعنی اصلا عشق همین جوری از چشام میامد و بغض کرده بودم. راستش بخواهی اصلا فکر نمی کردم که، یعنی این سالها، یعنی 10 سال همیشه من یکی از آرزوام بود که
صداشون رو بشنوم و یا اینکه دیداری باهاشون داشته باشم. همیشه از طریق دخترها بهشون سلامم رو میرسوندم، حالشون رو میپرسیدم، جویای احوالشون بودم. ولی اینکه تلفن زدم و با من صحبت کردم برام واقعا غیر منتظره بود. خیلی خوشحال شدم. آقای مهندس همین یاد فرزندم رو کرد، یاد سهراب رو کرد. من خیلی دگرگون شدم. بعد راجبه همه شهدا یادشون رو به خیر کرد و بعد گفت من سر فرصت به همه زنگ میزنم. یاد همتون هستم. ما مدیون شما هستیم. و منم بهشون گفتم که ما هم زیر دین شما هستیم که این همه سال سختی کشیدین. صدای قاطع محکم و استوار آقای مهندس رو من حس کردم. همچنین خانم رهنورد. یعنی به من انرژی دادن که احساس کردم پشت ما گرمه. پشت ما کسی هست که از حق ما، از حق بچه های ما دفاع بکنه. خانم فهیمی، گفتید که آقای موسوی در تماس با شما یادی از سهراب کرد. بزرگترین خواسته شما دادخواهیه. آیا در این سالها کسی از مقامات جمهوری اسلامی به شما تماس گرفته و در مورد پرونده و اینکه آیا عاملان و آمران کشته شدن سهراب شناسایی شدن یا نه حرفی به شما زده؟ نه. ببینین خانم افشنگ، من شکایتی که اون سال کردم، یعنی این کارو خودم اول رفتم پیگیری کردم از طریق کلانتری. 3 بار من دادگاه به صورت فردی خودم رفتم و خودم دادخواست اعلام کردم اونجا که عامل، عامر، اینا باید معرفی بشن. و اون اوایل که به اصطلاح پرونده رو من پیگیری میکردم، یعنی وکیلم پیگیری میکرد، دادخواست ما رو گفته بودن که باید حتما درخواست دیه بکنید تا پیگیری بشه. درخواست دیه، من دیه رو قبول نداشتم. دلیلم داشتم که خون بچه من با پول معامله نخواهد شد. نه من آدمی هستم که به دنبال منافع شخصی خودم باشم و نه اینکه خون سهراب فروختنیه که من بخوام بفروشم. ولی با این حال برای اینکه پرونده پیگیری بشه، اینو ما توی دادخواست آوردیم به دلیل اینکه پیگیری بشه فقط. و پیگیری که شد، 3 بار که دادگاه منو خواستم، من 3 بارشم به آقای قاضی گفتم که این روش غلطه، این قانون غلطه که اول بیاین دیه بدین، اول باید عامل، عامر، اینا معرفی بشه و بعد به قول معروف اون دیه هم حق هر به اصطلاح خانواده یه که بهش پرداخت بشه بابت این اتفاقی که افتاده. ولی من واقعا به دنبال، اگر میگفتم که دیه هم نمیخوام، پرونده بسته میشد. اگر میگفتم میخوام، بازم پرونده بسته میشد. برای همین، به همین دلیل من توی اون دادخواست اعلام کردم که این دیه نزد شما محبوس بمونه، نزد اجرای احکام محبوس بمونه، اما قاتل، عامر و عامل باید معرفی بشه. تا زمانی که من زنده هستم حتما پیگیر خون بچه‌م هستم. این یه چیزیه که اصلا گردن منه به عنوان ولی، به عنوان مادر، به عنوان یک کسی که از حق بچهش داره دفاع میکنه. پروین فهیمی بود، مادر سهراب عربی. کیانا و علی رحمانی، فرزندان نرگس محمدی، وکیل و فعال حقوق بشر، با انتشار ویدیویی پرسیدند چرا مادرشان با وجود تمام شدن دوران محکومیتش همچنان ممنوع الخروج است و چرا به او برای دیدن فرزندانش گذرنامه نمیدهند. این پیام رو با هم ببینیم. من کیانا رحمانی‌ام، دختر نرگس محمدی. نمیتونم بفهمم که چرا مامانم بیرونه ولی نمیتونه بیاد فرانسه پیش ما. من علی رحمانی هستم و هیچ قانون اجازه میده که مادر من ممنوع خروج باشه. وقتی مادر من از زندان در اومده بود بیرون، هر کاری که کرده بود پاک شده. توی قانون اینو نوشته بودم. پس هیچ دولتی نمیتونه به مادر من بگه نه تو حق نداری بری بچه‌هاتو ببینی. خیلی خیلی ممنون. نرگس محمدی، حقوقدان و فعال حقوق بشر که حدود 8 سال را در زندان گذرانده، از تهران با ماست. خانم محمدی، خوش آمدید به برنامه. توضیح مقام های ایران چیه؟ شما به چه دلیل کماکان ممنون خروجید؟
من 17 مهر آزاد شدم. از 10 روز بعد اقدام کردم برای رفتن پاریس، ولی اولین ملاقات من با دادستان تهران بود، آقای القاسمی. ایشون گفتن من نمیتونم اظهار نظر کنم، منو فرستادن دادسرای اوین. آقای امین ناصری سرپرست دادسرای اوین گفتن که شما شماره تلفن بذارید، اگر خبری شد به شما میگیم، و اظهار بی اطلاعی کردن هر دو مقام. من از طریق پلیس به اضافه 10 برای پاسپورت اقدام کردم و من رو فرستادن گذرنامه. افسر اطلاعات با من بیش از یک ساعت صحبت کرد و گفتش که شما ممنوع الخروج هستین، ولی شما دفتر نهاد ریاست جمهوری در گذرنامه اصلی باید برید. من اونجا رفتم، دو نفر آقا بودن، اعلام کردن که شما بر اساس دستور مقامات قضایی، از جمله سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری، دادستان تهران آقای القاسمی و رئیس در واقع دادستان کل کشور آقای منتظری، یعنی طی 3 نامه شماره نامه ها رو هم به من دادن توسط 3 مقام قضایی، شما ممنوع الخروج شدید. من اعتراض کردم که من پایان محکومیت دارم، من هیچ محکومیت جدیدی هنوز دریافت نکردم و شما استناد قانونیتون چی بوده که منو ممنوع الخروج کردین؟ گفتن این دستور قضایی هست و ما حتی پاسپورت هم نمیتونیم به تو بدیم. در واقع تضادی که اینجا وجود داشت برای من این بود که آقای دادستان و آقای سرپرست دادسرای اوین در تاریخ 12/7، یعنی دقیقا 5 روز پیش از آزادی من، به طور غیر قانونی من رو ممنوع الخروج کردن و وقتی 10 روز بعد از آزادی من رفتم، اونا اظهار بی اطلاعی کردن، در حالی که نامه های اونها، شماره نامه های اونها توی گذرنامه ثبت هست. و خیلی جای تعجب هست که 2 روز بعد از آزادی من، دادستان کل کشور آقای منتظری طی یک نامه جداگانه ای که شمارش رو هم به من دادن و من در اختیار وکلام گذاشتم برای طرح شکایت، مجددا من رو ممنوع الخروج اعلام کردن و به این ترتیب من پاسپورتم نتونستم بگیرم. الان آیا هیچ ابزار حقوقی در دستتون هست؟ من جز 2 تا شماره نامه‌ای که نهاد ریاست جمهوری گذرنامه به من دادن، یعنی وزارت اطلاعات آقای روحانی دادن، چیز دیگه در اختیار ندارم. مراجعه من به دادستانی و سرپرست دادستان بی نتیجه بوده و من فقط میتونم طرح شکایت بکنم که نمیدونم آیا شکایت من رو ثبت خواهند کرد یا خیر. خانم محمدی، آخرین باری که فرزندانتون رو دیدید کی بوده؟ من اردیبهشت سال 94 بازداشت شدم و علی و کیانا 26 تیر ایران رو ترک کردن. من از 26 تیر سال 94 دیگه علی و کیانا رو ندیدمشون. 2 سال، یعنی 1 سال در اوین و 1 سال هم در اوین و زنجان، تلفن من رو به دستور دادستان و وزارت اطلاعات قطع کردن. یعنی 2 سال هم از این مجموعه من صدای علی و کیانا رو هم نمیشنیدم. یعنی حق ملاقات هم نداشتن؟ ملاقات که خب نبودن، ایران نبودن. تلفن فقط ابزار من تلفن بود که اون هم قطع بود. من هیچ ارتباطی با بچه هم نداشتم. الان در این سوالی که مطرح کردن فرزندانتون که چرا مادر ما ممنوع الخروجه و قطعا این رو از شما هم میپرسن، شما چه پاسخی دارین بهشون بدین؟ خیلی متاسف هستم که چون این ممنوع الخروجی من از اردیبهشت سال 88 همچنان به قوت خودش باقی هست و اون موقع من هیچ پرونده‌ای که منجر به محکومیتم شده باشه نداشتم. بنابراین چه سال 88 تا الان، چه الان که پیگیری کردم، اون چی که من به این نتیجه رسیدم که متاسفم اراده امنیتی در نهادهای امنیت وجود داره که عیناً این برخوردهای امنیتی علیه فعالان سیاسی و مدنی رو به قوه قضاییه دیکته میکنن و قوه قضاییه بدون استناد قضایی، بدون روند قضایی، ببینید حتی ممنوع الخروجی من به من ابلاغ نشده، در حالی که اینها حتی تشریفات قانونی رو هم دیگه رعایت نمی‌کنن و حتی حضور من در دفتر شخص دادستان تهران آقای القاسمی و پرسش من از ایشون که آیا من اگه ممنوع الخروج هستم واقعا تو این شرایط کرونایی اینقدر اینور اونور نرم، اظهار بی اطلاعی کردن. بنابراین یک اراده امنیتی وجود داره و در واقع نهادهای امنیتی قوه قضاییه رو آنچنان در چنبری خودشون گرفتن که قوه قضاییه اقدام به کارهای غیر قانونی میکنه. یعنی به جای اینکه قوه قضاییه علیه کارهای غیر قانونی بایسته و عدالت رو تضمین بکنه، خودش در واقع
به بی‌عدالتی و خودش به اقدامات فراقانونی یا ضد قانونی اقدام میکنه و اینجای تأسف داره. خانم محمدی، برای یک مادر این همه سال ندیدن فرزندش بسیار دشواره. فکر میکنید که و داریم موارد دیگه از زندانیان سیاسی که از فرزندانشون دور شدن توسط مقام ها، فکر میکنید چرا از یه همچین اهرمی برای فشار بر زندانیان اغلب زن استفاده میکنن؟ بله قطعا این مسئله وجود داره. یعنی هر وقت که فرض کنید که زندانی سیاسی اقدام به دادن بیانیه میکنه یا برگزاری نشست میکنه یا اقدامات اعتراضی میکنه، یکی از ابزاری که علیه مادرها دارن به کار میبرن اینه که مادر رو از شنیدن صدای بچهش یا از ملاقات با بچهش محروم میکنن. این مورد در مورد سال 94 تا 95 من، 98 تا 99 من دقیقا صدق میکنه، برای اینکه سال 98 ماموران وزارت اطلاعات در حفاظت اطلاعات زندان اوین با من برخورد داشتن و در واقع هشدارهایی رو به من دادن، تهدیدهایی رو کردن که متاسفانه جامعه عمل میپوشونن. یعنی میخوام بگم که نهادهای امنیتی حتی غالب بر سازمان زندانها هستن و با اینکه زندانی میبایست در اختیار سازمان زندانها باشه، اما واقعیت اینه که نهادهای امنیتی بر وضعیت زندانی حاکم هستن. شما ببینید که خانم گلرخ ایرایی رو حتی الان فرستادن آمل در حالی که این قانونی نیست، من رو فرستادن زندان زنجان در حالی که قانونی نبود و این قبیل اقدامات زیاد هست. ضرب و شتم زندانیان وجود داره، تبعید غیرقانونی زندانیان وجود داره، محرومیت اونها از حقوق بدیهی و اولیه خودشون وجود داره و همه اینها در ید قدرت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هست، سپاه یا وزارت اطلاعات. متشکرم نرگس محمدی، حقوقدان و فعال حقوق بشر. وقتی آلودگی هوای بیرون خطرناکه، بهترین روش پاکیزه نگه داشتن هوای داخل خونه چیه؟ آیا واقعا نوشیدن شیر جلوی ضرر آلودگی هوا به بدن رو میگیره؟ سوزاندن مازوت چه اثری بر سلامت انسان داره؟ برنامه 37 درجه این هفته به این سوال‌ها جواب میده. نازنین معتمدی تهیه کننده این برنامه همچنین نگاهی کرده به اثر آلودگی هوا بر مغز. بخشی از این برنامه رو ببینید. این دود سیاه پر از آلاینده های ذرات معلق یا PM. اونقدر ریزند که نه با چشم دیده میشن نه موهای ریز بینی میتونه جلوی ورودشون به دستگاه تنفسی رو بگیره. برای همین وارد ریه هامون میشن. به این ذرات اضافه کنید آلاینده هایی که این نیروگاه ها با سوزوندن مازوت پخش میکنند، SO2 یا دیوکسید گوگرد. خوشبختانه بدن ما در مقابل این ذرات یک سیستم دفاعی داره، سلول‌هایی به نام ماکروفاژ. این سلول‌ها میتونن ذرات آلاینده رو ببلعند و ریه هامون رو تصفیه کنند. اما مشکل اونجای شروع میشه که میزان ذرات آلاینده در ریه از یه حدی بیشتر میشه و دیگه این ماکروفاژ‌ها نمیرسند که همشون رو از بین ببرند. خیلی وقته میدونیم آلودگی هوا از جمله ذرات معلقی مثل دیوکسید نیتروژن روی قلب و ریه تأثیر میذاره و باعث نارسایی قلبی و بیماری های ریوی میشه. اما جالبتر از اون تأثیر آلودگی روی مغزه. در کودکان ما شاهد بیماری هایی مانند مشکلات یادگیری، اوتیسم و بیشفعالی هستیم و در بزرگسالان شاهد مشکلاتی مانند دمانس مغز، آلزایمر و پارکینسون. تحقیقات دیگه‌ای در اسپانیا نشون دادن که آلودگی هوا جلوی تکامل مغز رو در کودکان میگیره. ما فهمیدیم که میزان آلودگی هوا در کلاس و در حیات مدرسه با رشد بعضی توانایی‌های شناختی و همچنین علائم بالینی مشکلات رفتاری مرتبطه. پژوهشگران با MRI گرفتن از مغز کودکان فهمیدن کودکانی که در نقاط آلوده تر زندگی می کنند دیرتر از بقیه به محرک های صدایی و تصویری واکنش نشون می دن. نتیجه کلی تحقیق ما و تحقیقات دیگه نشون می ده که آلودگی هوا کارکرد نورون ها رو کندتر می کنه. و در نهایت حتی آلودگی روی جنین هم اثر داره.
تحقیقی که بر روی تأثیرات آلاینده های سمی روی مادران باردار و فرزندانشون در نیویورک انجام دادیم، نشون داده قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا با بروز مشکلات شناختی و رفتاری در فرزند مرتبطه. نسخه کامل این گزارش و مصاحبه با متخصص دانشگاه هاروارد رو امشب بلافاصله بعد از 60 دقیقه در برنامه 37 درجه ببینید. برای مردم و سیاستمدارانی که دغدغه نجات کره زمین و طبیعت را دارند، خبر دلگرم کننده است. دو سوم مردم ببخشید کارگردانمون یکم عجله داره امشب. یک نظرسنجی جهانی نشون میده که اکثر مردم دنیا از بحران تغییرات اقلیمی نگرانند و اون رو مسئله اضطراری میبینند که نیازمند چاره‌اندیشی فوریه. بر این اساس دو سوم جمعیت جهان از اقدامات عاجل مثل توسعه انرژی‌های پاک، محافظت از مناطق طبیعی، کشاورزی پایدار و افزایش کسب و کارهای سازگار با محیط زیست حمایت می‌کنند. این نظرسنجی را سازمان ملل متحد و دانشگاه آکسفورد با هم انجام دادند. حالا سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. برای مردم و سیاستمدارانی که دغدغه نجات کره زمین و طبیعت را دارند، خبر دلگرم کننده است. دو سوم مردم دنیا مثل آنها فکر می کنند و اوضاع اقلیمی را اضطراری می بینند. این یافته اصلی نظرسنجی سازمان ملل از بیش از 1 میلیون نفر در 50 کشور مختلف است. این نظرسنجی نشان می دهد که نه تنها مردم از وجود تغییرات اقلیمی باخبر هستند و نه تنها معتقدند که باید برای مقابله با آن کاری کرد، بلکه فکر می کنند این وضعیت اضطراری جهانی است. همینطور هم هست و ما وضعیت وخیم کره زمین را در همه نقاط این سیاره آبی و خاکی می‌بینیم. یعنی نگرانی از خطر گرمتر شدن کره زمین و بحران تغییرات اقلیمی محدود به مهم بودن محیط زیست در یک شهر و روستا یا کشور نیست. مردم اغلب می‌دانند سیاره‌ای که بر روی آن زندگی می‌کنند یک مجموعه است. مجموعه‌ای که در رنج است. آب شدن یخ‌های قطبی و سیل‌های مکرری که بعد از طوفان‌های مهیب رخ می‌دهند، در کنار آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی از یک طرف و خشکسالی و قحطی از طرف دیگر، مردم را نگران کرده. اکثر مردم دنیا خواستار اقدامات فوری برای محافظت از این کره خاکی و آبی هستند. با وجود آنکه خطر فوری امروز در دنیا بحران بیماری کرونا است، این مانع از آن نشده که مردم خطر بیماری دیگری را نبینند که کره زمین به آن مبتلا است. طبیعتاً دولت‌ها اولویت را به درستی به مقابله با ویروس کرونا دادند، اما سایه آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها و سیل‌های متعدد و دیگر فجایع طبیعی بر سر همه ما سنگینی می‌کند و دولت‌ها باید برای هر دو موضوع چاره‌اندیشی کنند و بهترین راه برای این کار که این روزها حرف آن زیاد است، احیای اقتصاد با الگوهای سبز و سازگار با محیط زیست است. و اینجاست که میتوان وارد ریز یافته‌های نظرسنجی سازمان ملل شد. در کشورهایی که با سوخت‌های فسیلی خود بیشترین آلایندگی را ایجاد می‌کنند، اکثر مردم طرفدار انرژی‌های پاک و سبز هستند. در کشورهایی که شاهد بیشترین میزان تخریب جنگل و تغییر کاربری اراضی طبیعی‌اند، مردم خواهان ایجاد مناطق حفاظت شده هستند. تحلیلگران این نظرسنجی متوجه شدند که هرچه مردم باسوادتر باشند، از بحران تغییرات اقلیمی بیشتر نگرانند. آنقدر که تحصیلات و سواد تعیین کننده است، سن و جنس تعیین کننده نیست. ولی به هر حال آنهایی که سن پایین‌تری دارند، بیشتر نگران طبیعت و آینده کره زمین هستند. این نسلی است که برای واداشتن سیاستمداران به چاره‌اندیشی بیشترین حضور خیابانی را در جهان داشته. وقتی این جمعیت به سن قانونی و رأی دادن برسد، نجات کره زمین از سوداگری و تخریب قابل چشم پوشی نخواهد بود. سیاوش اردلان، BBC. در دانشکده هنرهای تصویری و طراحی تاجیکستان، نمایشگاهی از آثار فرخ خواجه‌اوف، نقاش درگذشته تاجیک، با عنوان محبت به زندگی برگزار شده. او را بنیانگذار هنرهای گرافیکی تاجیکستان می‌دانند. البته در نقاشی و هنر سرامیک هم موفق بوده. همزمان با نمایشگاه از کتاب فهرست آثار او هم رونمایی شد. سهراب ضیا خبرنگار ما در شهر دوشنبه به این نمایشگاه سر زد.
روز خاطرمان برای همکاران و پیوندان فرخ خواجه‌ایف و اهالی هنری تاجیکستان. اگر عمر وفا میکرد، او در این روزها 61 سال روزی تولدش را جشن میگیرفت. فرخ خواجه‌ایف یک سال پیش در پی ابتلا با آنفلانزا سکته کرد و درگذشت. برای گرامی داشت خاطره‌اش در دانشکده هنری تصویری و طراحی تاجیکستان آثار او را به نمایش گذاشتند. این نمایشگاه تنها برخی از آثار این نقاش شناخته شده تاجیک را در بر می‌گیرد، اما تمام آثار نقاشی فرخ خواجه‌ایف که در سالهای مختلف آفریده است در این کتاب مصور به نام محبت به زندگی که اخیراً در شهر دوشنبه چاپ شد گیر آورده شده است. این کتاب فهرست که بنیادی ادبی عینی منتشر کرده و اخیراً از آن رونمایی شد، شامل عکس‌های 123 اثر نقاشی، طراحی و سرامیک فرخ خواجه‌ایف است که در طول نزدیک 40 سالی فعالیتش آفریده است. با گفته هنرشناسان، بسیاری از کارهای فرخ منحصر به خودی او هستند و از دانش عمیق تاریخی و دیدگاه‌های فلسفیش گواهی می‌دهند. از جمله این اثری او به نام سحر. در دور لبه های این اثر آدم و حوا را می‌بینیم که از آنها نژاد بشر پیدا شده. این چهار انار به نظر من نماد چهار عنصر طبیعت، یعنی آب و آتش و خاک و باد است که بدون آنها زندگی روی زمین ناممکن است. روشنی دو چراغک اشاره به آن است که زندگی هرگز به پایان نمی‌رسد. همه اینها روی سفره‌ای گویا خالی است، اما این اشیای نمادین به زیبایی این اثر را منعکس می‌کند. این اثر فرخ خواجه‌ایف لختک یا عروسک نام دارد. عودنواز، لبی هاوس، پرواز، دسترخان و تیرماه از کارهای دیگری این نقاش است. با گفته همکارانش، هرچند فرخ خواجه‌ایف تحصیل کرده دانشکده پولیگرافیک لووف اوکراین بود، اما به کشور خود و تاریخ و فرهنگ ملیش ارج می‌گذاشت. فوندامنت و رابط پایه کارهای او فرهنگ باستانی سرزمین ماست. در آثارش تلفیق فرهنگ آسیا و اروپا را می‌بینیم. او فولکلور و هنر ملی خود و فرهنگ اروپا و جهان را به هم درآمیخته بود و از این رو شخصیت جالبی داشت. در هنرهای گرافیکی، نقاشی و مجسمه‌سازی همسان درخشید. فرخ خواجه‌ایف 5 سال ریاست اتحادیه نقاشان تاجیکستان را بر عهده داشت. بعد از تأسیس دانشکده هنر تصویری و طراحی تاجیکستان در سال 2013 در اینجا به شاگردان درس می گفت. حالا برخی از شاگردانش در این دانشکده تدریس می کنند. در زمان زندگیش شهرت کارهایش تا به مجارستان و بلژیک و پکین و قطر و تاشکند رفته بود. نمونه های از آثارش حالا در موزه ها و مجموعه های خصوصی نقاشی در تاجیکستان، روسیه، ترکیه، آمریکا و اروپا محفوظ هستند و نام این نقاش تاجیک را زنده نگه خواهند داشت. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. به پایان 60 دقیقه امشب رسیدیم. ممنون از همراهیتون. شب خوش.